سرخط خبرها. رئیس دیوان امنیت عامه دادگاه عالی طالبان کشته شد. یک کودک 6 ساله به گونه مرموز در تخار به قتل رسید. وزارت داخلی طالبان در 2 سال گذشته نزدیک به 40,000 واسطه نظامی را ترمیم کرده ایم. ایران تا سال روان 67,000 تن محصولات کشاورزی به افغانستان صادر کرده است. و متهم شدن ارتش پاکستان به حمایت شاخه خراسان داعش در افغانستان. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. وزارت داخلی طالبان در 2 سال گذشته نزدیک به 40,000 واسطه نظامی را ترمیم کرده ایم. وزارت داخلی طالبان می گوید در 2 سال گذشته نزدیک به 40,000 واسطه نقلی نظامی و 8,000 اسلحه مختلف را تعمیر کرده است. معاون مرکز فرماندهی پشتیبانی وزارت داخلی طالبان گفت که این گروه هر هفته حدود 1,000 واسطه نقلی را تعمیر می کند. مرکز فنی فرماندهی پشتیبانی این وزارت تصاویری از تعمیرگاه این مرکز را نشر کرده که نشان می دهد که در آن تعداد از وسایط پلیس یعنی رنجر و همچنین انواع مختلف اسلحه ها در حال تعمیرند. نایب خان مسئول تعمیرگاه اسلحه این مرکز در این کلیپ ویدیویی می گوید که کارمندان این مرکز انواع اسلحه های سنگین و سبک را تعمیر می کند. او گفت یک بخش زیاد از قطعات این اسلحه ها را خودشان تولید می کنند. عبدالستار سعادت معاون این مرکز هم در این کلیپ که وزارت داخله منتشر کرده گفت که همکارانش تعداد زیاد از کارگاه ها را که غیر فعال بودن فعال و به کار انداختن. یک کودک 6 ساله به گونه مرموز در تخار به قتل رسید. منابع محلی در تخار گفتن که جسد یک کودک 6 ساله در این ولایت پس از 5 روز ناپدید بودن پیدا شده است. این کودک ابراهیم نام داشت و جسد او صبح روز شنبه هفته دلوه از نزدیکی مسجد محلشان در روستای پیشی ولسوالی اشکاشم ولایت تخار پیدا شده است. به گفته منابع این کودک پس از لد و کوب خفه شده است و آثار سیاه و کبودی نیز در بدنش و خصوص به صورتش دیده می شود. ابراهیم روز دوشنبه هفته گذشته از نزدیکی خانهشان ناپدید شده بود. تا اکنون انگیزه، عاملان و چگونگی قتل این کودک معلوم نیست. طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. در کمتر از 2 ماه اخیر این هفتمین قتل در ولایت تخار است. رئیس دیوان امنیت عامه دادگاه عالی طالبان کشته شد. دادگاه عالی طالبان از جان باختن رئیس دیوان امنیت عامه این دادگاه خبر داده و اعلام کرده است که شیخ جلال الدین حقانی رئیس دیوان امنیت عامه این دادگاه در پی یک رویداد ترافیکی جان باخته است. دادگاه عالی طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که شیخ جلال الدین حقانی رئیس دیوان امنیت عامه این دادگاه در پی یک رویداد ترافیکی روز شنبه هفته دلوه جان باخته است. این رویداد روز گذشته در مربوطات ولایت غزنی رخ داده است. دادگاه عالی طالبان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. دادگاه عالی طالبان افزوده که حقانی طی 20 سال گذشته خدمات زیاد در بخش‌های مختلف برای این گروه انجام داده بود. این در حال است که پیش از این شمار از مقام‌های ارشد طالبان در رویدادهای مشابه جان باختند. متهم شدن ارتش پاکستان به حمایت شاخه خراسان داعش در افغانستان. نشریه بریتانیایی سند گاردین به نقل از منابع خود گزارش داده که ارتش پاکستان به دنبال فرستادن جنگجویان داعش به خاک افغانستان زیر سلطه طالبان است. این نشریه روز یکشنبه 8 دلوه با اشاره به درگیری چند روز پیش مرزبانان پاکستانی با طالبان در ولسوالی سرکاهی کنر نگاشته که این درگیری عین تلاش ارتش پاکستان برای عبور دادن اعضای داعش به افغانستان رخ داده است. احسان الله احسان فرمانده سابق TTP در گفتگو با سند گاردین پاکستان را متهم به تلاش نفوذ با استفاده از داعش در خاک افغانستان کرده است. بر بنیاد گفته های وی جنگجویان داعش با عبور از پاسگاه‌های مرزی پاکستان با طالبان درگیر شدند و دوباره به سمت نیروهای پاکستانی فرار کردند. احسان تصریح کرده است طالبان برای از بین بردن عناصر داعش مواضع نیروهای پاکستانی را با اسلحه‌های سنگین هدف قرار دادند که در پاسخ به آن طرف پاکستانی نیز از توپخانه استفاده کرد. وی همچنان خاطر نشان کرده است
جنگجویان داعش در آنجا از حمایت کامل ارتش پاکستان برخوردار بودند و سوی ارتش این کشور مورد حمایت نظامی قرار می گرفتند که مورد توجه طالبان قرار گرفت. یک مقام ارشد طالبان که نام از وی در گزارش برده نشده، اظهارات این فرمانده پیشین تی تی پی را نیز تایید کرده است. طالبان و اسلام آباد تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. این در حال است که پیش از این مقام های ارشد پاکستانی در نشست های بین المللی شاخه خراسان گروه داعش را تهدیدی جدی به افغانستان و کشورهای همسایه عنوان کردند. گفتنی است که روابط طالبان بر سر حمایت این گروه از جنگجویان تی تی پی از سال گذشته میلادی به این سو متشنج شده است. ایران تا سال روان 67 هزار تن محصولات کشاورزی به افغانستان صادر کرده است. مهدی شیردل، سرپرست فرماندهی تاپیان، واقع در شرق خراسان روزوی ایران گفته که 67 هزار تن انواع محصولات کشاورزی از ابتدای سال روان تا پایان جدی از مرد دورقارون به افغانستان صادر شده است. با گزارش خبرگزاری اینا، شیردل روز شنبه هفته دلو گفته که این میزان محصول کشاورزی شامل 37 هزار تن کچالو، 10700 تن سیب، 3500 تن مالته و 17800 تن سایر محصولات است. وی افزوده است که در این مدت 3500 تن محصول کشاورزی به سمت افغانستان ترانزیت شده که کنجد، کشمش، ماش و انواع دانه های روغنی از مهمترین این محصولات است. سرپرست فرماندهی تاپیان به واردات محصولات کشاورزی از افغانستان نیز اشاره و خاطر نشان کرده است که از ابتدای سال روان تا پایان ماه جدی 10500 تن کشمش، کنجد، برنج و دانه های گیاهی از افغانستان وارد مرز داغرون شده است. سراسیمگی همسایگان در معاهده با طالبان، گزارش از خبرگزاری 8 صبح. همسایگان افغانستان از دو جهت نسبت به سلطه طالبان نمی توانند بی تفاوت بمانند. یکی این که تهدیدات امنیتی علیه منافعشان افزایش یافته و طالبان در این زمینه گاب مر نداشتند که رضایت آنها فراهم شود. دیگر این که مثلث چین، روسیه و ایران شاید از تمایل طالبان به سمت جهان غرب حراز داشته باشند. تا این دم هر دو انتظار همسایگان نابرآورده مانده است، به این معنا که امنیت برخی کشورها به ویژه پاکستان از خاک افغانستان هنوز تهدید می شوند و رابطه طالبان با دولت های غربی گرچه بهبود نیافته ولی تیره هم شده است. شاید ارسال بسته های دلار به کابل زیر عنوان کمک های بشر دوستانه مثال روشن در زمین نباشد. این تحلیل در ویدیوی دیگر تکمیل می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.